نیروهای امنیتی در تایلند با گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش به مقابل با معترضانی رفتند که در نزدیکی ساختمان‌های دولتی تجمع کرده بودند. معترضان هم به طرف نیروهای امنیتی سنگ و بمب‌های دستساز مثل کوکتل مولوتوف پرتاب می‌کردند. معترضان روز یکشنبه را روز کودتای مردم نامیده بودند و وعده داده بودند که در این روز یلاکشیناواترا نخست وزیر تایلند را از قدرت ساقط می‌کنند. در دو روز گذشته معترضان خشمگین تلاش کرده بودند وارد دفتر نخست وزیر بشوند اما ناکام ماندند. یلاکشیناواترا نخست وزیر تایلند تاکید کرد که از قدرت کنار نمی رود. او همچنین گفت که ارتش در درگیری ها دخالت نخواهد کرد. روز یکشنبه معترضان توانستند وارد ساختمان تلویزیون دولتی بشوند و مقام های تلویزیون را مجبور کنند که سخنرانی رهبر مخالفان را پخش کنند. خانم شیناواترا دو سال قبل در پی انتخابات سراسری به قدرت رسید اما معترضان میگویند دولت او در واقع توسط برادرش تاکسین شیناواترا اداره می شود که هم اکنون در تبعید است.